سنگاپوریا میگن کار کردن زن در اجتماع مایه آبروریزیه، اما من فکر میکنم بستگی داره آدم چطور در اجتماع رفتار کنه. زنان ماجراجو و کوشا حتی باعث پیشرفت در جامعهشون شدن، زنانی که مثل شما کار میکنن. خانم لورا، نمیخوام جسارت کنم دوشیزه استر، اما همه خانوما خب یه جورایی کارگرن. اما شما به تنهایی چطور از پس این کارا برمیایین؟ خواننده های ما میخوان جزئیاتو بدونن. آه، همش به خاطر یه دستیار خوبه. من بدون کمک منشی وفادار و بسیار کوشای خودم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اون نه تنها برای من شانس آورده، بلکه عالی ترین تایپیسته. و وقتی هم تایپ نمیکنه کیک میپزه. نان زنجبیلی یا نان ساده؟ نه، اون یه جواهر دوشیزه موری، کسی که موفقیت آدم رو تضمین میکنه. صبر کنین، یعنی ممکنه؟ من باور نمیکنم منشی شما حامله شده باشه. حامله؟ فکر میکردم فقط چند کیلوی چاق شدیم. من تصورم این بود که به خاطر کیکایی که من خیلی متاسفم، نمیدونم چطوری اتفاق. خب خیلی وقت داری راجع بهش فکر کنی، چون اخراجی. یه زن باردار چجور کاری فکر میکنی پیدا کنی ها؟ راستش نمیدونم، اما سعی خودمو میکنم. اونا تا بفهمن حامله ای از کار بیرونت میکنم. گوش کن لورا، من تو این کار هیچ کمکی بهت نمی کنم. حاضر نیستم اجازه بدم زندگیت نابود بشه. برگرد برو سر خونه و زندگیت به خاطر خودت، حتی مهمتر از اون به خاطر اون بچه. امیلی در نیومون بر اساس آثاری از ال.ام. مونتگومری، استیفن مک‌هاتی، لیندا فورسن، مارتا مک و شیلا مک‌کارتی. کار مرد، کار زن. خاله لورا، خاله لورا چی شده؟ هیچی، فقط چند تا عدسه کردم. من برای تو یه خبر غافلگیر کننده آوردم، باورت نمیشه. من که باورم نشد. امیلی آرومتر. خب حالا چی؟ اول قول بده عصبانی نشی. چرا؟ مگه چی کار کردی؟ دروغ گفتم. یعنی دقیقا دروغ نبود، راست نگفتم. این که دروغ نیست هست؟ امیلی خواهش میکنم، حوصله این حرفا رو ندارم. تقاضا نامه استخدام توی نساجی، من جای تو واسه اونا یه نامه نوشتم. چی؟ خب چی نوشته؟ نوشتم تو محتاج کاری. محتاج؟ خب هست. واقعا باورم نمیشه نوشته باشی محتاج. اینجوری فکر میکنن من خیلی بدبخت. خب شاید بعد مینوشتم مشتاق به کار. من نوشتم تو هر کاری میکنی. شاید باید مینوشتم تو مشتاقی هر کاری بکنی. آه امیلی، باورم نمیشه نوشته باشی وقتی میدونی که من که حامله ای. بله. خب همینو نگفتم. و خبر فوق‌العاده اینه که دوشیزه موری متشکریم از توجه شما. در حال حاضر. او خدایا امیلی، $3 در هفته به اضافه یه خونه، خوشحال نیستی؟ چرا لابد، اما توقع نداشته باش الان تصمیم بگیرم. من هیچی لباس گرم ندارم، یا حتی پوتینا رو. من وقت میخوام فکر کنم. ولی اصلا وقت نداری، ببین فورا مراجعه کنید. من نمیخوام تو بری لورا. برای همه بهتره جیمی. نباید برگردی پیش ایان بال.
نباید پیش اون باشی، اون آدم بدی. من بر نمیگردم اونجا، من هرگز بر نمیگردم اونجا، هزار سالم که بگذره. پس کجا میخوای بری؟ من میدونم رازداری کار مشکلیه، اما این بار باید حتما رازدار باشی. اگه تو یه چیزی به ایزابل بگی، اونم به ایان میگه. ایان نمیدونه من حاملم، اما اگه بفهمه میاد دنبالت، دیر یا زود. ولی من اینجا نیستم، میخوام برم کارخونه پشم ریزی، یه کاری اونجا گرفتم. تو نمیتونی تو پشم ریزی کار کنی، یه زن این کارا رو نمی کنه. تو باید مواظب خودت باشی و بچه‌ت. میخوام مواظب خودم باشم، حتی یه بارم شده تو زندگی. لورا یه موریه، اون حق داره تو نیومون زندگی کنه. لورا همسر ایان بالزه. سعی کن بفهمی جیمز موری جای اون تو تریژر هاوسه، بچه‌م پدر میخواد. خب ما بچه رو بزرگ میکنیم، اون بچه متعلق به نیومونه. نیومون متعلق به منه، بنابراین کاری که صلاح انجام میدم. حالا اگه میخوای از لورا و بچه‌ش حمایت کنی میتونی، اما همه به خرج خودت و با پول خودت. من که پولی ندارم، تو به هم حقوق نمیدی. قضا میدم یه سقفم بالا سرته. عوض تشکرشی. حالا چه بلایی سر برنامه تو میاد؟ هیچی عوض نمیشه به جز زور کمر اون. ولی بازم میتونه بره کار کنه. کار کنه؟ از طلوع صبح تا غروب آفتاب، اونم با شکم حامله؟ غیر ممکنه. دیگه دوره عوض شده ایلزه، هیچی غیر ممکن نیست. و تازه اون میتونه کار کنه تا وقتی بچهش به دنیا بیاد، بعدم بچهشو میاره پیش ما و ما هم بزرگش میکنیم. بعدم بچهش بزرگ میشه و انتخاب لورا را از ایان بارز میگیره، مگه نه؟ اون بچه بین ما بزرگ میشه و به تو میگه خاله ایلزه. فکرشو بکن، یه بچه به من بگه خاله ایلزه، منم لوسش میکنم، چون تنها بچه ای که منو خاله ایلزه صدا میزنه. من ترجیح میدم 12 ساعت کار کنم، خرج بچه من بدم، اما یک ثانیه با مرد فریبکار و خیانتکاری مثل ایان بارز زندگی نکنم. اینو به توصیه کرده ترژر هاسو گرو بذاری که بتونی وام بگیری؟ نه، من این اجازه رو نمیدم، زندگیمون از اینجا میگذره. ببینم حرف تموم شد مادر. چطور جرأت میکنی با آیندهمون بازی کنی؟ من دارم تضمینش میکنم. فکر کن اگر بشه اتصال با سرزمین اصلی، این جزیره بخت برگشته تبدیل میشه به یک بهشت. اگر بخوام نخست وزیر بشم همه منو میشناسن. یه سیاستمدار همش خیال پردازیه. تو رو ولت کنم زندگیمونو به آتیش میکشی. حرف اون مارگو تو رو فریب داده، ولی اون به فکر خودشه. چرا نمیفهمی پسر؟ دخترای عزیز من، نگران من نباشی، من هیچ وقت تنها نیستم، چون شما همیشه در قلب منی. متشکرم ایزابل که اجازه دادی مدتی تو میمون باشم. اگه باری روی دوشات بودم معذرت میخوام، شاید یه روز بتونم جبران کنم. بسیار مهربانم، ازت خواهش میکنم هیچ وقت چیزی رو که میدونی به کسی نگو و دنبال منم نیا. اجازه بده مثل یه زن بالغ برای یک بارم که شده تو زندگی روی پای خودم واستم. عصر بخیر خانم. عصر بخیر.
ببخشید. بیا نشونت بدم. تو اون بالا میخوابی. ماشین پنبزنیه. آشپزخونه اون پشته. بله. این قسمتم نختابی، ریسندگی و کامبازنیه. پشم و پنبه از این طرف میره. بله. اگه کارت خوب باشه زود پیشرفت میکنی. خانم ماری. بله. بله، عوض میخوام، سر و صدا زیاده. قبلا که تو ریسندگی کار کردی، اینطور نیست؟ یه بار کار کردم. تو تقاضانامه نوشتی یه عمر تو ریسندگی کار کردی. من این کارو میخوام. منم یه کارگر میخوام، پس استخدامی. متشکرم. از شیفت بعد شروع میکنی، رو همین ماشین کلاف زنی. در زم سان باگزه، الکساندر باگ. از آشناییتون خوشحالم. سوالی نداریم؟ چرا؟ میتونم اینجا یه لیوان آب بخورم؟ منی! اینو ببر تاشو نشونش بده. آه متشکرم. من لورا. اسم تو مینیه. قبلا کجا کار میکردی؟ توی خونه مستخدمی میکردم. ولی اینجا با خونه فرق داره، اما بهش عادت میکنی. ما دخترا که خوشمون میاد، زندگی خوبیه. خیالت راحت کنم آقای بالز، من مطمئن بودم که همسرت برمیگرده پیش تو. ولی من دارم میگم بر نگشته. خب پس من نمیدونم اون کجاست. دروغ میگی. چطور جرأت میکنی؟ عذر میخوام، من فقط من واقعا متاسفم ایزابل، اما اون نمیتونه همینجوری یه دفعه غیبش زده باشه. حتما یه چیزی گفته. خواهش میکنم ایزابل، اگه داری چیز رو پنهان میکنی، یعنی بگو ببینم لورا مریضه؟ اون داره بچه دار میشه. لورا؟ اون وقت تو گذاشتی بر از نیومون؟ از اول برای چی باید اومده باشه نیومون؟ بگو ببینم، کار دنیا به اینجا کشیده که یه مرد نمیتونه زن خودش رو کنترل کنه؟ ازدواج من هیچ ربطی به تو نداره. درسته، پس برو دنبالش. اینه یه دختر بچه بوده، دنبالش که تا آخر عمر یه دختر بچه باقی بمونه. اشکار میکنی که همینجوری ولش کنم؟ برمیگرده پیشت، برمیگرده پیشت و التماس میکنه که ببخشیش. اینو به زودی میفهمه که اون بیرون جای آدمای نازنازی نیست. باش. به نظر بسته نمیاد. خاله لورا گفت هیچ که اینجا نیست. تو که نمیترسی ها؟ نه، فقط سردمه. تو سردته؟ فکر کن بیچاره خاله لورا داره از سرما تو کارخونه میلرزه، اونم بدون پوتیناش. حداقل میتونیم پوتیناشو براش ببریم. حقیقت اینه که من واقعا کنجکاوم برم اون ریسندگی. تو دلت نمیخواد ببینی دختره کارگر چطوری زندگی میکنن؟ یه فنجون چای میل دارین خانم بالز؟ خانم بالز یه کمی رسمیه. چرا صدام نمی کنی هریت؟ یه روز امیدوارم صداتون کنم مادر. خواه عزیزم، تو خیلی مهربونی. ولی راستش عزیزم، وقتی ایان با همسرش برمیگرده تو نباید اینجا باشی. منصفانه نیست. این من هستم که دارم ایان بالزو به مقام و منزلت میرسونم. این صدای چیه؟ من فکر میکردم همه موشا رو کشتم. ایان که برگشت بهش سفارش میکنم. اون چی کار میکنه اینجا؟ خیانتکار. پوتیناش اینجاست. من قصد ندارم از اینجا برم هریت. مارگو عزیزم، میدونم که تو از نفوذت برای کمک به ایان استفاده میکنی. هم نفوذم و هم پولم هریت. خب البته که همینطوره عزیزم. من یه لحظه فکر نمی کنم که این طرح تونل عملی باشه، اما ایان یه دنده است. از وقتی که یادم میاد آرزو داشته وارد عالم سیاست بشه. اون احتیاج به آدم های با نفوذ داره. فکرشو بکن که پسرت یه روزی وارد عالم سیاست بشه.
اون وقت اون زن لاغر و زار و نزارش هم کنارش بشینه که توی مهمونی شام حتی بلد نیست یه کلمه حرف بزنه و یا خودی به مهمونا نشون بده. چطور جرأت می‌کنی این چیزا رو درباره خاله لورا بگی؟ شما هیچی نیستین جز یه جفت عنکبوت که کارشون منفی بافی و دروغه. لورا بارز از انگشتش به اندازه تمام هیکل ایکپیری و کجکله شما دو نفر جذابیت گیرایی می‌ریزه. امان از دست شما گدا گودولا، شما اینجا تو خونه من چیکار می‌کنی؟ این خونه سر تا سرش تهوع آوره. خاله لورا از اینجا متنفر بود از تک تک لحظه هاش. لورا حالش از همه شما به هم میخوره، شما رو به حساب نمیاره. هیچ احتیاجی هم به ایان بالز نداره، ما فقط اومدیم دنبال پوتیناش. اون حالا دیگه کار میکنه. لورا بالز کار میکنه؟ خب به من بگین کجاست که براش یه گلدون بفرستم. من حاضرم چهار دست و پام بشکنی تا اینکه یک کلمه راجع به خاله لورا با شما دوتا افعی حرف بزنم. تازه اون الان خیلی هم خوشحاله که داره تو اون ریسندگی کار. اون کاملا میتونه خودش مراقبت کنه و فرس بچهش. میگی انگار همین الان بود که کار تموم شد. بهش عادت میکنی؟ امیدوارم. خب میدونی که قدیمی ها چی میگن، کار مرد از صبح است تا صبحگاه، کار زن پایان نگیرد هیچگاه. از لباس خوابت خوشم میاد، همینطور از پوتینت. دیروز بهشون دقت کردم. نمیدونم چرا اینا رو پام کردم، باید اون گرمترها رو میپوشیدم. چند تا پوتین؟ مینی دکتر رفتی؟ فقط شبا صرفم میگیره. عجیب نیست، اینجا خیلی نمور و نمناکه با این گرد و خاک. فقط باید برم چای صابونم رو بخورم، بعدش خوب میشه. تو با من میای بریم غذا خوری؟ نه امروز نمیتونم به غذا نگاه کنم. ای خانم خانم ها، چی از ما قایم میکنی ها؟ بگیر. آه متشکرم. خوردنش خاصیت داره، یعنی اوایل حاملگی. من فکر میکنم تو اشتباه میکنی. تو فکر کن، اما من اشتباه نمی کنم. از کجا میدونی؟ مادرم قبل از اینکه توی اوراق فروشی کار کنه 13 بار حامله شد. من هر دفعه قبل از اینکه خودش بفهمه میفهمیدم. من به خاطر مادرت خیلی متاسفم. البته اون الان پیش پدرمه، اون تا وقتی که جون داشت کار کرد و بچه زایید. خب متشکرم. خب تو شوهر داری؟ نه یعنی پدر بچه من، اون مرده. مادرم همیشه میگفت آدم بیوه زن باشه بهتره تا مثل آشغالا باهاش رفتار کنه. راستش من هیچ وقت ازدواج نکردم. بی خیال، اینجا حرف تو دهن کسی بند نمیشه. آیلین حلقتو دیدی؟ خب ما نامزد بودیم قبل از مردنش. من که امیدوارم. مینی تو گناه داری. هممون گناه داریم، وگرنه اینجا کار نمیکردیم. اما من دل دوز نیستم مثل بعضی ها.
چاکه؟ طعم جدید چاکه، چه معرکه چاکه، چه معرکه این چاکه، داره چه خوب رنگ طبیعی داره، چه خوشمزه، چاکه چاکه، همون چیزیه که دوستش داریم. حیف که تموم شد. چه مثل چاکه، بدون چاکلز هرگز. زمانی برای پریل، پریل با عملکرد سگانه و کرد فراوان اول در چربی ها نفوذ کرده، دوم اونها رو به طور کامل نابود میکنه و سوم بوی نوبت برو از بین میبره. در لحظه انتخاب هیچ چیز جای پریل رو نمیگیره. پریل جدید حاوی گلیسرین، محافظ نرمی و لطافت پوست دست. همه ی آدم ها دلشون میخواد اندامی با تناسب داشته باشن، اندام متناسب و زیبا علاوه بر سلامتی، با ظاهر خوبی که به شما میده حس اعتماد به نفس رو هم در شما زنده میکنه و باعث میشه احساس خوب و دلپذیری داشته باشین. بله میدونم شکم بزرگ چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنه، ولی شما خودتون تا حالا یه بار سعی کردین شکمتون رو با این روش کوچیک کنین تا بفهمین که این ورزش مشکل ترین ورزش دنیاست؟ چاره یه راه حل خیلی ساده، کم هزینه و کارآمده که ما بهش میگیم تنتاک. برای سفارش این محصول فقط کافیه تلفن رو بردارید و با شماره تلفن 021-88-20-63-63 تماس بگیرید. در صورت اشغال بودن خطوط و یا خرید سامانه‌ای میتونید عدد 3 رو به سامانه 3063-63 پیامک بزنید. فرصت رو از دست ندید. دستگاه دراز و نشسته تنتاک. دلم میخواد یه آشپز خوب بشم اما نمیشه، هر کاری میکنم یه جایی گنده کار در میاد. بله دلت میخواد اما فقط برای شکم خودت. تازه شاید آینده تو در یه چیز دیگه ای باشه، نه در آشپزی. شاید قراره یه ملکه بشم. ممکنه، چون خیلی شکمویی. اگه ملکه بشم دوتا کارخونه شکلات سازی باز میکنم. صبر کن معلوم میشه چی کاره میشی. سب کردن درد آوره. من نمیدونم بعضی ها چطور طاقت میارن. شما میدونستید لورا رفته؟ ممکنه بیاین بشینین. من وقتی نشستم خیلی بهتر فکر میکنم. پدر معلومه خیلی خسته و گرسنه ای. میدونستم یه روز کار به اینجا میکشه. به کجا بکشه؟ من سردر نمیارم. من براش ناراحتم. ناراحت؟ برای بیماراتون باید ناراحت باشی. لورا که مریض نیست. اون فقط حامل است. زن از روز اول دنیا همیشه حامله بودن. البته معنیش نیست که نمیتونه کار کنه. اون برای خودش خونه داره. خب موضوع همینه الیزه. خونه اون خونه ایان بالزه. هیچ راه دیگه ای نیست. ایان بالز؟ نذارین شروع کنم از اون مار خوش خط و خال براتون بگم. اگه میدونستی تو ترجر هاوس چی بهش گذشته، دلت میخواست همشونو کتک بزنی. نه الیزه، لورا نباید خونشو ترک میکرد. نمیتونم، شایدم من اشتباه میکنم. الیزه لطفاً سعی کن بفهمی. میدونم تو از من ناامید شدی. ناامید نشدم پدر. میدونم از شنیدن این خبر شوکه شدی. تا چند روز دیگه حواستون برمیگرده سر جاش. فکر کردی تا چند وقت میتونی این مسئله تو پنهان کنی؟ نمیدونم، یعنی راستش بهش فکر نکرده بودم. این اخلاق همه یه زن هست. خودتون تو چاله میندازین که نمیتونین خارج بشین. خواهش میکنم آقای باکس، من باید کار کنم. خب شک ندارم، چون همین روزا باید دو تا شکم رو سیر کنی. زمنان نمیبینم حلقه تو انگشتت باشه. من فکر نمیکنم این ارتباطی به شما داشته باشه. آه من فقط میخوام کمکت کنم. گمون نکنم راحت بتونی
تمام روز سر و پا بایستی. نه، از پسش برمیام. میتونم مثل بقیه دخترها کار کنم. شکایتی هم ندارم، باور کنی. میدونم شکایت نمی کنی. میخوام زندگی تو آسان تر کنم. واقعا؟ من یه منشی میخوام از فردا. بعد از اینکه بهش گفتم تایپ بلد نیستم، ازم خواست منشی مخصوصش بشم. اون که ماشین تایپ نداره. خب شاید میخواد بخره. من که اصلا ازش خوشم نمیاد. نمیدونم، امیدوارم که آدم خوش اخلاقی باشه. شاید دیده تو دست خطت خوبه. این خطای خواهرزادمه، اون الان همسن و سال توه. اون نویسنده خانواده ماست، داستانای فوق‌العاده‌ای می‌نویسه. چیزی درباره من بهش گفتی؟ اسممو بهش گفتی؟ گفتی من ترانه می‌سازم؟ داراها خوشحالن، شاد و سر حالن، حق ماهار اونا می‌خورن. خیلی خوبه نه؟ خیلی قشنگ بود مینی. تو و امیلی میتونین با هم مشهور بشی. اما اون دوست داره تمام رازای تو رو بدونه، حتی رویاهای تو رو توی خواب. معلومه، یه دختر اینجا چه خوابی میبینه؟ یه شوهر پولدار. نمیخوام مجبور باشم حتی یه روز دیگه کار کنم. امیلی و جیمی عزیز، محاله باور کنید، من مدت کوتاهی اینجا کار میکنم، ولی آقای باگز مالک کارگاه رسندگی منو به عنوان منشی خصوصی استخدام کرده. بنابراین جای نگرانی نیست عزیزان من. تا حالا تونستم یه مقدار پس انداز کنم. برام خیلی جالبه، خودم پول در میارم. با چند تا از خانمایی که اینجا کار میکنن دوست شدم. اما یه دختر هست که منو یاد تو میندازه امیلی، چون به هر حال سعی میکنه خودشو شاد نشون بده. اون به من روحیه میده و هم صحبت خوبیه. اما بهترین یار من اینجا بچه‌ایه که در بطن منه و همینطور افکار و خاطراتی که از تو دارم امیلی عزیز. و از تو جیمی مهربانم، دوست داره شما لورا. از نامش خوشم نمیاد. باید تو چشاش نگاه کنم، از هر نامه برام گویاتر. سهله، من مطمئنمون باید بره دکتر. فقط یه سرفه است، خیلی از اونا سرفه میکنم. خواهش میکنم آقای باکس، اون خیلی جوونه، این کاری که ازش میکشین درست نیست. تو نمیخواد من بگی چی درسته چی غلط. من به تو لطف کردم اینجا نگهت داشتم، میتونی اینو بفهمی؟ ولی آخه حداقل میتونی پنجره ها رو باز کنی، بذارین هوا بیاد تو. خیلی سرفه های بدی میکنه. اون حالا باید زندگی کنه، اگه سالم نباشه. فکر میکنی اگه کار نکنه کجا رو داره بره؟ ها؟ فکر میکنی بقیه شون کجا میرن؟ نصفشون میمیرن، بقیه هم آرزو میکنن بمیرن. خب اگه تو جای بهتری داری بری، برو. اگر نزودتر اینجا رو تمیز کن. بالا رو جمع کنی؟ خدای بزرگ، یعنی ایشون خانم بالزن؟ مارگو، چه تصادف جالبی. من و ایان داشتیم راجع به تو صحبت میکردیم. چطور من رو پیدا کردی؟ ایان میخواست به تو پول برسونه اما نشونی تو نداشت. پول برای چی؟ برای بچه. ایان موسه بچه رو میدونه؟ بله، و ما هر دو تو فکر چاره ایم. چاره اینه که این بچه به دنیا نیاد. اون تو رو با پول فرستاده که بری دکتر. دکترایی هستن که این مسائل رو راحت حل میکنن. هرگز، من هرگز این کارو نمیکنم. داری اشتباه میکنی، ایان دیگه تو رو نمیخواد، چه برسه به این بچه. اون زنی که از خونه قهر کنه بره دیگه قبول نمیکنه. بهتره بگیری و تمومش کنی. بگیر. لورا کار درستی نکرده، ولی حیوانکی چاره دیگه ای نداشته. به هر حال نباید این کارو میکرد. راستی الیزه، من باید درباره وضعیت کاریم و آیندمون باید صحبت کنم. منم دوست دارم یه چیزی بگم، ولی به یه شرط. به شرط اینکه قول بدین دوام نکنین.
دلم میخواست به جای ایان بالز شما با لورا ازدواج میکردی. دیگه گذشته. خواهش میکنم گوش کن. درباره کارم خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که یه کار پیدا شده تو بوستون. بوستون؟ من خونه رو گذاشتم برای فروش. چند نفر قراره امروز بیان و ببینن خونه ما برای فروش؟ این از هر کاری بهتره برای هر دوی ما. برای تو ممکنه؟ به خاطر کسیه؟ نه، صبونتو بخور بعدشم کمک کن جمعش کنی. پس برای همین این مدت تو بوستون موندی؟ من دیگه برات مهم نیستم. این خونه رو از زیر پای من دره رو بفروش. من از هر کس و هر چیزی که بهش اهمیت میدم دور کن، چون تشخیص میدی باید بریم. من بدبختم حقه هیچ اظهار نظری رو ندارم. خیلی بد جنسی پدر. آقای باکس. خانم شاکی، واقعا داشتم تو آبهار رفته باشی. ولی شرایط من جوریه که واقعا باید کار کنم. کارت هنوز سر جاشه. متشکرم، واقعا تشکر میکنم. اما به هر حال باید حقوقتو کم کنم. یا این یا به دوستت بگو بره. نمیتونم دوتا تنبل رو تحمل کنم. شما دوتا به اندازه یه نفرم کار نمیکنی. اگه قبول نکنم مینی رو بیرون میکنی؟ جناب علی، بهتره به فکر خودتون باشی. تو لورا رو دیدی؟ تو میدونستی اون کجاست ولی به من نگفتی؟ میخواستم بگم، اما خود لورا دیگه نمیخواد تو رو ببینه. چرا؟ اون التماس کرد که دلیلشو به تو نگم. بگو. درباره بچه است. چی؟ اتفاقی افتاده؟ نه هنوز، اما نمیشه جلوشو گرفت. اون بچه رو نمیخواد و فکر میکنم تا به حال یه کارایی کرده باشه. چی؟ یه کار ناجور. نه، این کارو نمیکنه. دروغ میگی. کاش دروغ میگفتم. لورای من، نه، اون این کارو نمیکنه. اون خیلی مهربونه. پدرم رفته دیدن مریض تو کار مدی و فکر میکنه قراره من بیام خونه شما. تو هم به دخترم ایزابل بگو قراره بیای خونه ما پیش من بمونی. گمونم هیچ که متوجه نبودن ما نشه. لااقل تا دوشنبه که میبینن نرفتیم مدرسه. اون موقع ما دیگه پیش لورا هست. به شرطی که برای ما نگردونه خونه. اون میدونه که پدرت نگران میشه. فکر میکنه اونو میشناسه اما هیچی نمیدونه. اینو بپوش. اگه قراره ما به عنوان دختر کار کنیم، پس چرا باید لباس پسرا رو بپوشیم؟ واسه این که به پسرا مثل دخترا زیاد زور نمیگن. خب تو فکر میکنی پدر من حق داره تمام زندگیمو به خاطر یه هوس تغییر بده؟ فقط به خاطر این که پدر منه؟ گمونم وقتی شوهر کنی از اینم بدتره. آقای بالز با لورا طوری رفتار کرد که انگار اون یه عکس توی مجله است. ازش خسته شد و رفت سراغ یه مدل جدید. این لباس فرق داره. چطوری شدم؟ انگار از اول پسر بودی؟ ایلسه، اگه راستشو بخوای دلم راضی به این کار نیست و
من برای آینده امید و آرزوهایی دارم، اما اینا ربطی به کنترل دنیا یا کار تو نخلیسی نداره. گرچه فکر میکنم تو خیلی شجاعی که همچین پیشنهادی کردی. من مجبورت نمیکنم با من بیای، اما اگه واقعیت داره که ما بهترین دوستای همدیگه، چطور به این مسئله میتونی شک کنی؟ خب پس امید و آرزو به چه درد میخوره اگه تو بلرواتر باشی و من تو بوستون؟ اوه وای سعی بود بپریم بالا بچه ها. برو لورا. لورا خدای من، ایان تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم از این بیغوله نجاتت بدم، اومدم بچه‌مونو پیدا کنم، بعد از اون حرفایی که مارگو زد اومدم. ایان که خواهش میکنم، لوازمت کجاست؟ متنفرم تو رو همچین جایی ببینم. من همینجا که هستم خوبم، برو پیش دوشیزه لوا. ببین من نمیخوام به تو دروغ بگم، من رفتم پیش مارگو ولی فقط به خاطر کارم، من به نفوذ اون احتیاج دارم، اما تو همسر منه. چه آدمایی درست حسابی؟ من نمیدونم تو چی داری میگی. من دارم با زنم حرف میزنم، اگه برای خانم ها اشکالی نداشته باشه. یعنی اینجا خونه ی اوناست، نمیتونی همینجوری بیای اینجا. مینی من الان میام کمکت، امروز هیچ حال و روزت خوب نیست مینی. لورا تو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ جز این که خواستم یه بار تو زندگیم روی پای خودم بیستم. ببینم این راسته که تصمیم گرفتی بچه‌مونو بندازی؟ اینطور فکر میکنی؟ که من میخوام؟ چطور تونستی؟ من هرگز این کارو نمیکنم. میدونستم این دروغه، میدونستم نمیتونه درست باشه، تو یه فرشته ای، برای همین باید خودم میومدم به دیدنت. اما اینو باور کردی؟ لطفا منو ببخش لورا، ازت تمنا میکنم. حالا میبینی زندگیمون عوض میشه، کافیه یه معامله رو به نتیجه برسونم، بعد ثروتمند میشیم، خانواده تشکیل میدیم با بچه. خواهش میکنم ایان، دیر شده، من باید برم سر کارم. خیلی خوب لورا، ثابت کردی که میتونی از خودت مراقبت کنی، حالا من بیشتر دوستت دارم. دیگه دیر شده، خودت هم اینو میدونی. لورا چرا اینطوری شد؟ چرا همه چیز به هم ریخت؟ خواهش میکنم برو. تو عقلت از دست دادی؟ درسته؟ دوباره شروع کردی به لادانم خوردن؟ حاضرم طلاق بگیرم از تو به هر دلیلی. میتونی به خیانت متهمم کنی، میتونی بگی من استعدادشو دارم یا هر جوری که دوست. من هیچ وقت رو طلاق نمیدم، حتی تا هزار سال دیگه. یادت باشه لورا بارز، وقتی اون بچه به دنیا بیاد طبق قانون حضانت اون فقط با منه. سر رو برین کنار. شما چی میخواد؟ خب ما میخواستیم، خب اومدیم دنباله لورا موری. اینجا کار میکنه؟ نه دیگه. پس کجا رفته؟ من از کجا بدونم؟ به چی داری نگاه میکنی؟ متاسفم اما من تو رو قبلا جایی ندیده بودم. نه بعیده. نه نه اونه ببر پشت ساختمان، دیر کردی. عذر میخوام.
بیا بس کمکت کنم. بلند شو. برو بلم کن. احتیاج به کمک تو ندارم. بیا دختر بیا بشین. تو سیل داری. خیلی هم پیشرفته است. مینی. مینی سعی کن آروم باشی. آروم نفس بکش. یه نفر یه پتو بیاره. تو تو این کار هیچی نمیشی. بدش کن بره. خواهش میکنم باید بره دکتر. اگه نرسونمش دکتر ممکنه زنده نبوره. تو بهتر خفشی. مگه دیوونه شدی؟ میخوای کارش از دست بده؟ حالت خوبه دختر؟ چیزی نیست. رو برا شدی؟ من فقط میخواستم. من حالم خوبه آقای باکس. چیزیم نیست. اون خیلی شورشو در میاره. تو چیت شدی؟ تو مریضی؟ چرا به کسی نمیگی؟ همه تون واسه چی از اون میترسی؟ چون به این کار احتیاج داریم. برای ما فقط بازی نیست. منم بازی نمی کنم. همش پوز میدی. ما رو وقتی پشتمون بهت مسخره میکنی. نه من هیچ وقت این کارو نکردم. تو چیزی نیستی جز یه دروغگوی کثیف با اون حلقه های ازدواج گرون که تو انگشتت. خواهش میکنم گم شو برو از اینجا بیرون. از قیافت بدم میاد. گفتم برو از اینجا بیرون. برو پیش شوهر پولدارت. خاله لورا دیگه تنها مونده بود. برای اولین بار در زندگیش فقط باید به خودش اتکا میکرد. آیا ماجراهای خوش در انتظارش بود یا اشتباهی وحشتناک آکنده از فلاکت و بدبختی؟ حالا سرنوشت اون بیش از هر جاده دیگه‌ای پرپیچ و خم و غیر قابل پیش بینی بود.